قائدی آفساید هم نیست. مهدی قائدی چیپ میزنه و توپ توی دروازه قرار میگیره. گل اول برای استقلال. چه موزیکی آدم دلش نمیاد قطعش کنه. آقای مهدی قائدی خیلی خوش اومدی به فوتبال برتر. به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستانتون و هواداری استقلال که خیلی دلم براشون تنگ شده و امیدوارم که هرچی سریعتر بازی شروع شو بتونیم بازی با بودن اونا لذت ببریم. آره واقعا هواداری فوتبال هم دلشون تنگ شده واسه فوتبال. خب شاید سرگرمی یه سری از جوانای ایرانی فقط این فوتبال است و حالا فعلا نداریم شد که زودتر برگرد و ببینن همه مردم از اون رقابت فوتبالی گارتر. خود خوبی متی؟ همه چی خوب؟ دیدی با چه موزیکی شروع کردیم که تو هم قشنگ یه احساس راحتی بکنی و واقعا دلم تنگ شد داره بشه. الان بکنم 7 ماه 8 ماه نرفتم. 7 8 ماه نرفتی. قبلش اردوی تیم ملی امید و استقلال و همش پشت سر هم. الانم که این وضعیت کرونا کم سخت شد. فعلا سفر نرفتی. آره فعلا همش تو خونه ایم دیگه. چاره ای نداری جز جای؟ چاره ای نداریم واقعا. ولی خب امیدوارم که هرچی سریعتر با کمک همدیگه بتونیم این ویروس رو شکست بدیم. خب بعد تمرین ها که فعلا تعطیل تا اطلاع ثانوی. آره ما امروز تمرین داشتیم ولی خب دیگه فعلا زدن تا اطلاع ثانوی تعطیل. تعطیله چون مشخص نیست شرط شروع مسابقه. حالا هم فعلا تا پایان فروردین ما فکر کنم تعطیله دیگه. خب بدون تماشاگرم خیلی بیمزه بود. یعنی اصلا برگزار نکنن بهتره. آره تو بازی دوستانه بود. حس حال اونجوری نداشت ولی خب به خاطر هوادارمون امتیاز از دست دادیم ما. آره دیگه نداشتید هوادار رو هم بازی بیمزه بود هم برای تیمای پرطرفدار انصافا خیلی کار سخت. خودت اوزا چه خبر؟ سال 98 به نظرم یه سال فوق العاده بود برای تو که بتونی اثبات بکنی خودتو تو رقابت های لیگ تو جدول گلزنا یه شرایط خیلی خوب تو جدول پاس گل اول. شاید کسی فکرشو نمی‌کرد همچین درخششی مهدی داشته باشه. آره من خودم واقعا فکر نمی‌کردم. خب جا داره که از مربیم آقای سراماچنی یه تشکری کنم. واقعا خیلی چیزا به من یاد داد. یعنی از یعنی پست منو که کلا تغییر داد. من که فک چپ می‌زدم مثلا واسه اولین بارم که مثلا بازی کردم مهاجم حتی به خود دستیاراش به بازیکنام میگفتم واقعا من سخت نمیتونم من اینجور اینجا بازی کنم و خیلی برام سخته. بعد گذشت و گذشت و گذشت با سری تمرینات اختصاصی و حالا با صحبت کردن و جایگیری و اینا خیلی برام یعنی جالب شد. دیدم چقدر پست راحتی به دروازه نزدیکتری هم راحت‌تر میتونی بازی کنی هم فضای بیشتری داری. خب بعدش که آقا فرهاد اومد دیگه آقا فرهاد هم که خودش پستش اونجا بود یه خیلی چیزا به من نشون داد و گفت بعد یه سری نکات هم گفت که واقعا به دردم خورد و امیدوارم که تو بازی آتی بتونم اون چیزایی که به من گفتن رو ارائه کنم. اصلا نقطه جالب توجه راجع به تو همین بحث استراماچونیه. یعنی تغییری که تو مهدی قائدی ایجاد شد خودت میگی یعنی دلیلش استراماچونی بود، تغییر پست، شاید حتی تغییر نگرش نسبت به مهدی که ما میدین مثلا 20 دقیقه نیم ساعت بیاد شاید بتونه دو تا حرکت تکنیکی انجام بده یه خطا بگیره و تمام. خب یه بخشش اینه. خب یه بخشش هم روحی بود که به من خیلی انگیزه میداد. حتی صحبت نمیکرد زیاد با هم ولی خب از کارش از تمرینایی که میذاش برامو خیلی خوب بود. بعد امسال هم واقعا میتونم بگم که اصلا بازیکنای ما یه جوری با هم یه دل شده بودیم که نه کسی با هم پرخاشگری میکرد نه کسی با هم دعوا میکرد. یه صمیمیت خوبی بین ما بازیکن‌ها و مربی ها بود و فکر کنم یکی از دلایل موفقیتمون این بود. ولی خب حالا یه اتفاقی که نمیدونم چی شد که حالا آقای استراماچونی از پیش ما جدا شدن و آقا فرهاد هم که اومدن خب یه سری نتیجه خیلی خوب گرفتیم تونستیم پلی‌آف لیگ قهرمانان رو بدون گل خورده بیایم به بازی گروهی اضافه بشیم. خب حالا یه سری مسئولیت‌ها برای اون پیش اومد بازیکنامو از دست دادیم ولی خب امیدوارم با تعطیل شدن الان فعلی لیگ بتونیم تیمو کامل شو از این جهت این به نفع شما شد نه که برسن. آره فکر کنم بهتر شد ولی خب امیدوارم همه برسن و بتونیم
فصل خوب تمام کنه. اصلا امیدواری من اینه که ادامه پیدا بکنه رقابت لیگ برتر. واقعا خیلی عجیب و غریبه، یعنی اتفاقه حالا پیش بینی هم نشده. من بعداً صحبت می‌کنم کامل با بیننده هم، بعضی که مهمونای بخش بعدیمون هم اومدن، سعی می‌کنم تماس تلفنی بگیریم با دوستانم تو سازمانی که آقا اصلا تکلیف چیه، قانون چی میگه. میدونی که قانون سکوت کرده، اصلا پیش بینی نشده همچین اتفاقایی. حالا ما هم استعلام گرفتیم از رفقامون که ارتباط داشتن با کمیته مسابقات AFC، کمیته مسابقات یوفا، فیفا، اینا رو بعداً که گپای خودمونی ما مهمونامون تمام شد راجع به صحبت می‌کنیم که اصلا تکلیف تو اینجور مواقع چیه، لیگ برتر انگلیس چیکار می‌کنه، لالیگا چیکار می‌کنه، سری آ چیکار می‌کنه، لیگ خودمون چه خواهد شد. تو پست مهاجم نوک هیچ وقت نبوده نه؟ یعنی تو بوشهر هم بال کناری و پیستون بازی می‌کردی؟ من فکر کنم 13 14 سالگی اول مهاجم بازی می‌کردم. آره ولی خب یادم رفته بود دیگه. ولی دیگه بعدش چپ بازی کردم و راست. باحال‌تره ولی نه، گلم می‌زنه آدم. خیلی حال می‌ده. می‌بینه. اول دو نتیجه یادم اومدیم سر تامین استقبال برای زفت. اگه یادش قبل شروع فصل که تصاویرتون رو گرفتیم و عکس‌ها و ویدیوها، تو گفتی ما 10 تا می‌زنم. این فصل اینه. آره این فصل قول داده بودم که فعلا 11 تا شده، ولی خب تو لیگ هنوز 10 تا نزد. آره 9 تا تو لیگ، 2 تا لیگ قهرمانی آسیا و 6 تا پاس گل. تو جزء مهاجمایی هستی که آمار پاس گلت هم خیلی بالاست. خب پاس گل هم واقعا سخته. حالا من خودم از پاس دادن بیشتر لذت میبرم تا گل زدن. مثل دربی دیگه. دربی واقعا انگار خودم گل زدم. خیلی حال داد بهم. آره چه پاس گل عالی به ارسلان داد. دقایق بازی مهدی قائدی 1357 9 تا گل زده تو لیگ، 2 تا تو لیگ قهرمانی آسیا، 6 تا پاس گل. تعداد شوتاش میبینید که 44 تا زده، 24 تاش تو چارچوب بوده و خلق موقعیت هم 14 تا داشته. حالا یه نکته ببینندم بگم که مهدی قائدی این نکته است. خودت استوری گذاشتی؟ آره تازگیه گذاشتم. خب همه جا واسه تیک هابی خواستم درخواست بدم، چون خیلی هشتگ قائدی زده بودن نمیشد چون دیگه مجبور بودم بذارم که اون اسم فامیلیمو درست بگم. خب میخوای اینو عوض کن اگه راحت تره. چیو؟ اینو بکن قائدی. نه نمیشه دیگه. نمیشه قائدی قشنگ. ببینیم به اتفاقی استوری هم گذاشته بود مهدی قائدی. خب یعنی از این بعد همه بگن قائدی. آره دیگه قائدی هستی، همواز قائدی رو بگی. من خودم یه عادت کردم به قائدی، ولی خب قائدی هست رسید. قائدی اینو پس به خاطر اون تیکه آبی اینا گذاشته بودی. آره دیدم انگلیسیش هم گذاشتی و قائدی و اینا نوشته میشه دیگه. الان بچه‌ها رو بالام نشون دادن انگلیسیش هم خوب شد آجیدن مرتی درست. خب لازم بود به نظر من. حالا خب یکم دیر شده بود، من از سال دوم تصمیمشو داشتم که این کارو انجام بدم، ولی خب امسال تونستم با کمک از یکم از دوستام بتونم این کار رو انجام بدم. و یکی دوستان فکر کنم استاد سعید شاهی یکی از مدرس های خوب انگلیسی هست. الان تا کجا جلو رفتی؟ بلا یکم رفتیم جلو. حالا یعنی که آیم بوکو پشت سر آره اینا رو گذاشتیم کنار. ولی خب چیز دیگه، امیدوارم که بتونم با معلمم یه سری چیزها رو. حالا خب خیلی کارش خوبه، من واقعا از اینکه میبینمش روی میگیرم از درس دادنش، ولی خب لازم کار منم هست دیگه، چون خیلی سفرها میریم. آره خیلی میخوایم با مربی های خارجی کار میکنیم، خب قطعا به دردم میخوره. امیدوارم که بتونم تا حال این روزایی که تعطیله حداقل یکم زبانم خوب کنم. آره گله و پاس گله مهدی رو میخوایم با هم دیگه ببینیم توی بخش بعد برمیگردیم با هم گپمون رو ادامه بدیم. کدومش رو بیشتر دوست داشتی این فصل از گله؟ گله خب چیزو دوست داشتم، جام باشگاه رو سر زدم و ریان و تو لیگ هم خب استفان خیلی حال داد بهم. بعدش هم پاس گل دربی دیگه. پاس گل دربی که دیدی با زنی لبه خرد. خیلی می‌خواستید لای بندازی اول به کمال لبه خرد؟ نه فرق نمی‌کرد، یه جای دنبال یه جای خالی بودم دیگه. جای خالی بغل بود. بغل بود دیگه متاسفانه. این گل هم که گفتی با سر ما توی تیزر ابتدای اونم بود که دیاباته پاس داد. قاعدش اینه که مهدی قائدی سانت کنه دیاباته با سر بزنه. اون 2 متر دیگه باید این کارو. ولی برعکسش اتفاق افتاد. برعکس شد واقعا. یه شارژ کرد مدافع اریانو. آره مرکادو بود. آره مرکادو رو بیچاره کردیم. طرف سویا بازی کرده، باید مراعات وضعی رو هم بکنه دیگه. ولی واقعا من اول بازی استرس داشتم، نمیدونستم مرکادو کیه. یکم بچه‌ها گفت مرکادو والنسیا تیم ملی آرژانتین بازی میکرده، ولی خب یه استرس داشتم، گفتم بابا اینجا رو مسی بازی کرده، مسی هم تیمی شده، خیلی سخته. ولی خب با اولین توپی که رد کردم یکمی اعتماد به نفس گرفتم. اصلا دو سه تا برداشتش عجیب غریب اومد بزنه. آره ولی خب اعتماد به نفس خیلی کمکم کرد. ببینیم گلاتو؟ ببینیم گلا پاس گلای مهدی رو ببینیم ما هم دیگه.
فاته قائدی به کنترل زمینه پای چند گل سوم مرتضی قائدی گل سوم برای استقلال به ثمر میرسونه. یه حرکت میلیش مثلا یه قائدی دوباره خود قائدی مثل گلی که زده بود این بار یه پاس میده واسه دیاباته ضربه دیاباته ضربه دیاباته و چه گلی میزنه استقلال. تشکر میکنه از مهدی قائدی. کرده درخشان مهدی قائدی رو دیدید در این فصل با گلا و پاس گلایی که واقعا هم زیباست. فرم بازیش یه جوری که چشم نوازه. شاید ما مهاجم این مدلی توی این استایل خب کم داریم تو فوتبالمون. بعد خدادزی با اون تکنیک فوق العاده‌اش الان ما مهدی قائدی رو داریم که اگه همینطوری پیشرفت بکنه ان شاءالله اگه بتونه روند سعودیشو که تو این فصل به خصوص خیلی خوب اتفاق افتاده ادامه بده میتونه یه مهره خیلی موثر برای فوتبال ملی ما باشه. از بچگی شروع بکنیم، از شروع فوتباله. گفتی از 13 14 سالگی دیگه جدی تر شد ذره بس. آره من قبل از فوتبالم تکواندو میرفتم. اونجا داره که الان توضیح بدم یه کلا تکواندو میرفتم. حتی تا کمربند مشکی هم رفتم. تکواندو کمه مشکی تکواندویی؟ جان من یعنی این زلاتان و اینا؟ آره گرفتم 13 سالگی یه مسابقه بود فرز بودی خیلی آره برای انتخابی تیم ملی بود دو تا بودیم من وزن یک بودم با یکی هم محمد نوروزی بود بعد ما با هم بازی کردیم مثل یه چیز بودی مثل انتخابی بود ما حریفامون رو بردیم خوردیم به هم این دو تا یه دونه انتخاب میشد برای تیم ملی خوردیم به هم بازی فینال بعد من اینقدر استرس داشتم روی بعد اینم دست و پاش دراز بود بعد هر جوری میخواست میزد دیگه منم استرس گرفتم ترسیده بودم جلوی اول بازی شروع شد یه دونه گذاشت تو سر من سه امتیاز افتاد بالا بعد راند اول همین سه ایش تموم شد بیشتر میرفتم نزدیکش که نتونه کار کنه بعد راند دوم مربی گفت برو نزدیک باش بازی کن فقط بتون مشت بزنی بدون بغل بزنی من سه تا امتیاز با مشت گرفتم بعد یکم انگیزم رفت برا گفتم میشد جلو این کار کرد و اینا بعد رفتیم جلوتر راند سوم شد با سه سه رفتیم رو راند چهارم که تک امتیاز میشه تک امتیاز خیلی زدم بهش یعنی اینقدر زدم چون دستاش بسته ولی صدای هوگو یه دونم زدم حتی هوگوش هم چرخید امتیاز نمیدادم به من چون اون بازیکن تیم ملی با قهرمان جهان شده بودم رسیدیم راند پنجم تمام شد رسید به رای گیری رای دادم به اونجا بعد منم بابا اومد دیگه گفت دیگه نمیخواد بازی کنی و بعد دیگه اصلا من آورد بیرون از این داستانو تا تقریبا دو سه ماه از این داستان که اومدم بیرون دو سه ماه رفتم تیم ایران جوان آگه تکواندو رو بوسیدی گذاشتی گذاشت دیگه نذاش برم اصلا ها بابا گفت دیگه آقا دیگه اصلا دعوا کرد اصلا یه بحثی شد یعنی حتی یه... فیلمش هم دارم فکر کنم واقعا مسابقه رو یعنی اون یه امتیاز رو گرفته بودی شاید اصلا تکواندو کار میشدم ولی خب قسمت این بود که بیام به فوتبال 12 بودم 12 سال چون خیلی هم نمیاد مثلا آره. به دیاباته میگفت اصلا آدم میپذیرفت که کربن بهش میداش چه ولی جالب بود ولی خب خیلی دوست داشتم تکواندو واقعا بعد 13 سالگی بود آره 13 داشتم تمام میکردم رفتم ایران جوان زیر 13 سال ایران جوان بازی کردیم بازی مقدماتی استانی بود و یه بازی شهرستانی خیلی بودم
یکی از دوستان زیاد یادم نمیاد چجوری بعد رفتم استقلال بوشهر که دست آقای پورشاکر بود و بعد 4-5 از بازیکنامون هم اومدن اونور، یعنی از ایران جا اومدیم استقلال، استقلال زیرگروه کشور بود، چند تا بازی انجام دادیم اومدیم زیرگروه لیگ یک، بعد اومدیم لیگ یک همجور پشتن هم همون 13-14 سال تیم رو بریم لیگ برتر با شاهین، یعنی استقلال بودیم بعد به هم خورد شد شاهین، آره شد شاهین و خیلی داستان جالبی بود، یعنی استقلال کلا منحل شد، همین بازیکن همه با هم رفتیم شاهین، یعنی شاهین بودا ولی همه اینا رفتیم شاهین، بعد رفتیم لیگ برتر که من قبل از لیگ برتر پام شکست پای چپم تو بازی مقدماتی بازی. آره با فکر کنم شهرداری و شهرداری تبریز بود 9 تا زدیم بهشون 9-5 رضا کریمیه بود فکر کنم 9-5 آخه فوتبال آره رضا کریمی از پارسال بازیکن خب. بود گلم زد 4-5 بازیکن تیم ملی داشت آره 4-5 بازیکن تیم ملی داشتن شریه مگه اونم نه تیم شهرداری تبریز آره 2-3 تا بازیکن تیم ملی 4 تا تیم ملی داشتن آره خب ما اول بازی نیمه اول 4-3 اومد بیرون 4-3 اومد بیرون نیمه من 5 زدم به اینا خودم تک 5 تا زدم بهشون دو تا دفعه تیم ملیشون رو تعویض کرد 5 تا زدم 9-5 بازی تموم شد بازی دوم دقیقه هم محبی هم تیم بودیم ما تیم بود حالا داره که بگم اینه که آره محمد محبی هم محمد محبی هم بود عجب تیمی نیمه دوم آره بازی دوم نیمه اول دقیقه 1 بازی محمد میده تو من تک به تک میشم با دروازه‌بان دروازه‌بان میام دیری بزنم دروازه‌بان میذاره رو پای من رو مچم حضروف هم خورد میشه شکست آره که حتی بهم گفتن که شکست از همونجا رفتیم چیز بودیم کرمانشاه بودیم رفتیم اونجا گفتن اینجا نمیتونیم عمل کنیم بعد بیایم بوشهر حالا ما رو با پرواز نبردن و با ماشین فکر کنم یه روز طول کشید با مچ شکسته آره با مچ شکسته پام فقط هتل بستن و با مچ شکسته اومدیم بوشهر بعد چیز شد بعد همون روزم تازه عمل نکردم دو روز گذشت تا بیمارستان خالی شه دکتر بیاد یه نوبت به ما بده بعد دو روز عمل کردیم و تو پای من پین گذاشتن که حتی دکترها گفته بودن که دیگه اصلا فوتبال نمیتونه بازی کنه به خاطر این پین که تو پاشه اصلا به من نگفتن دیگه ولی خب چند ماه 7 ماه گذشت که من فقط سه تا گچ عوض کردم 7 ماه گذشت بعد گچ آخرم که باز کردم یه 2-3 روز نمیتونستم راه برم فقط آب درمانی میکردم و من گفتم بعد بری فیزیوتراپی 15 جلسه بعد اون موقع کسی نبود که حالا فقط جز خونه و آدم کسی نبود که بخواد بگه کسی اصلا پیگیر بود آره نه زیاد نبودن بعد به من گفتن که مثلا بعد 15 درجه آب درمانی اصلا دریا بود و فیزیوتراپی کنی بعد دو سه روز آره ولی نرفتم من نه دو سه روز خونه نشستم مثلا حالم خراب بود بعد این اوپن رو گرفتم بلند شدم پام گذاشتم رو زمین دیدم یعنی میتونم پام تکیه کنم این لنگ لنگون رفتم ساعت 12 ظهر بود هیچ کس هم خونه نبود من بودم و خواهرم همینجور لنگ لنگون رفتم گفتم خدای من میتونم رو پام را برم همون بعد 3 روز یعنی که گچ باز کردم گفتم رفتم هرچی جوراب داشتم کردم تو این پام خب یعنی پام شده بود اینقدر بعد دیدم خواهرم تو اتاق داره درس میخونه منم کفش رو پوشیدم رفتم تو زمین فوتبال همون بعد 3 روز رفتن تو زمین فوتبال و حتی یادم نمیره بچه ها گفتن ای بابا اصلا من راه نمیدادن نمیذاشتن بازی کنم تو خاکی هم بود حتی بازی هم کردیم اونجا همیشه استقلال پرسپولیس یا رئال بارسا رو مثلا جدا میکردیم همیشه با هم بازی میکردیم استقلالی من پرسپولیس آره بعد 3-3 شد یهو یکیشون اومد بیرون من رفتم تو خاکی بود گل چهارم هم من زدم با درد جوراب اینقدر جوراب پام بود که اصلا خیلی واقعا روزای سختی گذاشتم یعنی برام روزای سختی بود بعدش هم که شنیدم گفتن که نمیتونی بازی کنی و این حرفا ولی خب گذشت دیگه رو همون پا بازی کردم بعد شنیدم که دعوت شدم تیم ملی ولی خب به من نگفته بودن تیم جوانان آره نوجوانان اون موقع عضو باشگاهی بودی یا شاهین بودم دیگه قرارداد داشتی باشه آره. بعد خب گفتم پیشنهاد خارجی داری بازم به من نگفتن اون موقع فکر کنم از هلند دعوت شدیم آره نه از هم... میشه نگفته باشن نگفتم به من گفتن این سرمایه باشگاه است و خب سرمایه باشگاه میتونه بره ملی دیگه چه ربطی داره نذاشتم خب عجب. اصلا به من خبر ندادن حتی شماره منم نداده بودن که اصلا با من در تماس باشن بری اصلا بازی فیزیوتراپی بری اونجا انجام بدی به من خبر ندادن
حتی پیشنهادم من از تو رادیو بعد چندین ماه فهمیدم که مثلا پیشنهاد داشتم اون موقع از هلند داشتم ولی خب نذاشتم برام. بعد گذشت تیمای مختلف پرس کردم تو شاهین و توحید و فجر و تو خود آره تا 17-18 سالگی 17. بعدش تو 17 رسیدم یا واقعا خسته شدم گفتم من که تیم فوتبال نمیتونم پولی در بیارم. دیگه منم زدم تو کارگری دیگه. چیکار کردی؟ اول که برکشی ساختمون میرفتم بعدش زیاد خوشم نمیومد اون. بعد منم تعمیرگاه سر کوچه‌مونم بود. تعمیرگاه موتور و ماشین. استعداد داشتی اونجا؟ نه ولی خب اون استاگاره خیلی هوای منو داشت. فقط دیگه میرفتیم سالن و چمن. بعد 16-17 سالگی. آره. بعد چند وقت یه 4-5 ماه گذشته بود. منم همونجوری کار میکردم دیگه. صبح 8 میومدم. 8 شب هم میرفتم. مدرسه اینا چی؟ چیز بودم دیگه. در انتفاعی میرفتم. خب میرفتی کلا سر؟ آره بعضی موقع میرفتم. جدی آره. لطف میکردی؟ لطف میکردی. هر روز حوصله سر میرفتی آره سر مدرسه اینجا. درس اینا پس کلا اهلش نبودی؟ زیاد نه. ولی خب بعد از چند ماه گذشت و اینا دیگه ساعت یه روز جمعه بود. جمعه بود ساعت 4:30 بود من مغازه رو بستم. یه استاکانم نمیومد جمعه. یعنی دل بخوای بود خودت یه تنه دیگه کار من فقط وایس ساده بودم کار نمی‌کردم که لنتی یا یه چیزی عوض می‌کردم یه روغن عوض می‌کنه اینجوری. بعد رفتم خونه خیلی خستم بود اون ساعت 4:30 آره تا خونه 5 دقیقه بود. رفتم خونه اومدم بخوابم دیدم همینجوری گوشیم زنگ می‌خوره. خدای چیکار دارم من تازه اومدم. از بزرگای معلم که نه یکی از دوستامون بود مربیمون هم بود به من زنگ زد منم جواب نمیدادم اولش. بعد دیدم اسمس داره نش کار واجب بود. دیدم من جواب دادم گفتم جانم بفرما آقا چی شده من تازه از سر کار اومدم بخوام ببخشید دیگه جواب ندادم. مربی من بود. آقا داریوش حسین جا داره که ازش تشکر کنم. به من زنگ زد گفت بیا با ایران جهان بازی داریم. یه تیم محلی مثلا جمع می‌کردیم ایران جهان یه بازی کرده بودن می‌رفتیم با تیم دومش بازی کنیم. گفتم او من الان کجا بیام من نه استوکی نه چیزی فلانه گفت بیا من استوک برات میارم بیا اونجا بریم. رفتیم دیدیم بعد ساعت 6 بازی بود دیگه تو من رسیدم اونجا 6 و 10 دقیقه شد 6 و شروع شد و دیگه یه نفرم کم بودم من رفتم تو زمین شدیم مثلا 11 به 11 بازی کردیم. اون بازی من دو تا گل زدم دو تا پاس گل دادم روبروی اینا جام. بعد امیر تعمورس بازی میکرد علی جلیلی دو فاراستش و محمد نیامده بودن بابک لطیفی بود خیلی بازیکن دیگه حالا یادم نمیاد بابا محمدی بود اینا هم تازه اومده بودن برای تست آره برای تست اومده بود آره آره اون بازی هم برای تست اومده بود رو به ما بود آره اون بازی رو بردیم آره خب بازی تمام نمی‌کردن دیگه یعنی محمود خرمزی هم مربیشون بود خب جا داره که تسلیت بگم خاطر از دست دادن پسرش خب واقعا ناراحت شدیم ما همه. از اونجا من آخر بازی مصدوم شدم یعنی نمیدونم کی گذاشت رو پای من منم لنگ لنگون بیرون اومد محمود خرمزی اومد پیشم گفت ماشاءالله پسر خیلی خوب بودی از تمرین بعدی بیا داخل بیا سر تمرین سر تمرین ایران آره. گفتم بابا الان تو دل خودم میگفت گفتم بابا ول کنترل قرم بیا من اونجا چیکار کنم نه پولی نه چیزی بازم نرفت رفتم دور سر کار دو سه روز گذشت و دوباره بازی دیگه انجام دادیم با بزرگای ایران جوان ایران جوان تیم اصلی دیگه آره تیم اصلی اون بازی یک شقه بودیم بازم رفتم بازی کردم نیمه دوم یه گل زدم شد یکی و اونجور یقی منو گره گفت بابا بچه بیا سر تمرین دیگه اصلا میرم خور شده بود گفتم بابا من وضعیت هم اینجوری برش توضیح دادم گفت بیا من برای درست بود فرداش رفتیم هیئت فوتبال دو روز سه روز دیگه بازی داشتم با ملوان یعنی دیگه لیگ یک لیگ یک هفته هشتم آره یه باز که آزاد سه روزه شد لیگ یک آره دیگه سه روزه واقعا بعد رفتم قرارداد بستم قرارداد که بستیم قراردادم از 3 میلیون بود یعنی غیر حرفه‌ای که هیچ چیزی اصلا از این گذشته بود. بعد قرارداد امضا کردیم دیگه فرداش هم سر تمرین این استوک تو دست 3 میلیون تومان یه ساله تو دست آره نه 3 ساله 3 ساله 3 میلیون آره. سالیه میلیون آره. نه 3 ساله بود سال 3 میلیون بود سالی 3 میلیون بعد ما رفتیم سر تمرین بعد اینو همه بازیکنام بودن منم استرس هیچ کدوم نمیشناختم دیگه رفتم حالا تو با بچه‌های کم جفت جور شدم و اینا بعد گذشت درست تمرین کردیم فرداش بازی بود روز دوم قبل از تمرین بعد از تمرین داشتن لیست رو میخوندن نشسته بودیم بعد منم سریع عوض کنم خواستم برم
اون دیگه نرفتم سمت اونا که لیستو بخونه. 18 تا خون 19 تا خون 20 تا مثل منو گفت. گفت بعد بیای تو اردو. گفتم هنوز من نه کاری نه هیچی نه کفش کفشم پاره بود سبز مجلسا داشتم. از همون دارش حسینی هم گرفته بود همون بازی. گفتم خدایا من چی کار کنم؟ الان دیگه رفتیم تو اردو لباس فرمم نداشتن. این لباس بازی به من داده بودن. خب بعد فکر کنم تا زیر زانو بعد قدم من کوتاه بود دیگه. هفته هشتم بود بازی ما ملوان. رفتیم داخل رخکن بازم فکر نمی‌کردم منو ببره فکر کنم آره اصلا بازی نه فکر کنم تو 18 تا چون دو تا رو میفرستاد بالا بعد نشستیم یهو دیدم یه ساک اینجوری آوردن منم نشسته بودم رو رخکن اینجوری سرم هم پایین بود همیشه ساک آوردن انداخت جلوم گفت لباسات عوض کن پسر خدا محمود خورم زید بعد گفتم یعنی منو واقعا میخواد ببره یعنی داخل 18 تا زن عجیب غریب بود رفتم رو 18 تا دقیقه 10 گل خوردیم شاهین ساقی بهم زد دقیقه 10 گل خوردیم تازه اون موقع محمد تاره میگرفتن محمد اومد فوروارد داشت علی دهقان گرفته بودن بابا اومده بود او محمدی که نوک حمله آره. شلوغ بود پس حمله آره خیلی بودیم مهاجممون چیز بود دیگه بابا بود من بودم محمد تاره می با بابک لطیفی و حسین شجاعی بود تعویض اولو علی دهقانی رو میکنه آفک وسط داخل تعویض دوم محمد بین دو نیمه میره تو فقط من بودم و حسین شجاعی و بابک لطیفی دقیقه 60 آقا منو به من اول اونا داشتن گرم میکنم به من گفت برو گرم کن گفتم بابا چی گرمی الان استرس هم داشتم تماشاگر اومده بود رفتم پشت درازه داشتم گرم میکردم یهو گفتم الان بابک حاتمی هم بابک لطیفی هم میکنه تو دیگه یعنی اون سابقهش بیشتره حتی برای سرزنی هم خود برای اونو میکنه تو من اینجوری داشتم آروم گرم میکردم برای خود یودی هم کمکش به من اینجوری میکنه اینجوری کرد یود تا اینجوری که من خورم زید اینجوری نگام کرد گفت بودو بیا پسرم اینجوری گفت بیا پسرم دویدم اومدم و یود تماشاگرام بلند شدن مثلا عجیب بود واسش که مثلا منو تعویض من دقیقه 67 رفتم تو زمین شد اولین بازی لیگ یکی اولین بازی لیگ یک 67 رفتم تو زمین 70 آره 70 یه کرنر گرفتم همون کرنر رفت تو گل بعد شد 2-1 افتادیم عقب دوباره بعد یه خطا گرفتم اون خطا هم رفت تو گل بعد دقیقه 90 باز کرنر گرفت هم کرنر سان شد خودم زدم رفت تو گل شد 3-2 اولین برد ایران جوانم بود تو اون فصل رفته هشتم بعد دیگه گذشت از اون موقع شروع شد مهدی حالا من نگران صحبت کردن مهدی بودم گفتم کم صحبت ماشاءالله چه خوب تعریف میکنه از اتفاقات و کم اون سالم دوستا و همکار رفقای ما از بوشهر زنگ زدن گفتن آقا یه پسر هست اینجا خیلی خوبه البته یه ویدیو ازت پخش کردیم که آره پشت زمین خاک لباس سرده آخ هم میبینم حالا بعد معذب میشم من بودم واقعا تیپ نزده بودی اون موقع گفتی اینجا محل چیه اسم محلتون هم گفتی اینجا زمین خاکیه محل اسم محلتون رو گفتی و گفتی من مهدی قائدی ام ویدیوش که نذارید تو 3 سال فکر کنم یعنی این اتفاقایی که میگی مال همین میشه 3 سال اخیر 2 سال حتی 2 سال خورده ای تو 2 سال خورده شرایط مهدی از اون جمعه ظهر و تعمیرگاه و زنگ زدن مربیشون و اعتماد محمود خرمزی رسید به یکی از موفق ترین بازیکن‌های حال حاضر فوتبالم که دمت گرم برای کسایی که میگن آره فوتبالیست باید این شرط داشته باشه این شرط داشته باشه پول و پارتی و اینا تا بیاد فوتبالیست شه یه نمونه شو الان دارید میبینید که با اون وضعیتی که داشت و تنبلی هم میکرد حتی از وقتا دیگه تمرینم نمیخواست بره الان یکی از سرمایه‌های واقعا باشگاه استقلال و فوتبال مدی ما هم هست آقای قائدی پس تو خونه دیگه بعدش دیگه مشکلی نداشتن با فوتبال بازی کردن شما بابا گفت خود زندگی معمولی داشتیم دیگه من دوست داشتم دستم تو جیب خودم باشه واقعا سخت بود چون بابام کار میکرد مامانم خوب خونه دار بود بعضی موقعام کار میکرد خب سخت بود برام یکم مجبور شدم برم این کار انجام بدم و گفتم خب دست تو جیب خودم باشه بخوام یه سالانی میرم 3 تومن 4 تومن مثلا ماهی 10 تومن دیگه میگرفتیم زیاد نمیگرفتیم که مثلا نه ماهی 10 تومن نه ماهی مثلا 100 تومن میشه 100,000 تومن مثلا روزی به من پول میداد من روزی 3 تا 5 تا اینجوری میدم هم استکارمون هم استکارت آره ولی خب استکار روزی 5 تا میداد دیگه آقا دمت گرم یه ذره لاقل انصافی چیزی 5000 تومان دیگه اونم سالون میرفت یه بنزین موتور رو اینجوری میرفت با موتور میرفتی این بنابر گوشه خیلی موتور سوار میشن تو خودت آره منم موتور دوست دارم آره
دمت گرم واقعا، دمت گرم. استقلال چی شد؟ پیشنهاد استقلال یه دفعه اومد و نه، من از قبلش پیشنهادهای زیادی داشتم. قبل از استقلال، استقلال آخرین چیز بود، آخرین پیشنهاد بود. اولین پیشنهاد از سایپا بود، دایی که بودن به من گفتن. دوم پیشنهاد پرسپولیس داشتم که من حتی حالا دوست ندارم اسم بیارم، به من گفتن که مثلا بیا اینجا، شرایطت خوبه، میتونیم کمکت کنیم، ما هستیم، مثلا هوا تو داریم، اینجوری گفتن. بر پیشنهاد رسمی که رسمی بیا. آره. گذشت دیگه داشت رسمی میشد واقعا پرسپولیس. آره. ولی خب من خودم دوست نداشتم اینجوری برم. حتی من کل خانواده ما، فقط من و بابامو، مامانم و پسرعمو استقلالی. بقیه هم پرسپولیس. بقیه پرسپولیس. تو خود استقلالی واقعا از بچگی یا الان حتی استقلالی؟ حتی یه عکس دارم. یه پیرن آبی عکس آقا فرهاد چهار اینجوری کرده بود. خیلی جالب بود. پیرنه رو گرفته بودم حتی بچگی. فکر کنم عکسش تو لپتاپ داشته باشم. بعد دو روز مونده بود، نه سه روز مونده بود که من برم تهران، برم برای مذاکره. بعد از صبح، آره صبحش به من زنگ زدن، گفتن که پاشو بیا باشگاه. از باشگاه ایران جام به من زنگ زدن، گفتم بیا باشگاه. گفتم چی شده؟ گفتن که بیا، مدیرای استقلال اومدن اینجا. آقای توفیق اومده بود. بعد خوشحال شدم، گفتم خدایا شکر، بریم ببینیم چی میشه. به بابام گفتم، بابام مثلا مخالف بود با پرسپولیس، گفت اگه بری پرسپولیس دیگه بچه من نیست اینجوری. واقعا؟ آره. بعد رفتیم تو باشگاه، آدم توفیق دیدیم، صحبت کردیم. بعد پیج من موقع 3000 بود، کم بودی. بعد یه مدیر رسانه اون ایران جوان یه عکس تو داشتیم مذاکره میکردیم، یه عکس گذاشت بیرون. بعد من گوشیم رو سایلنت بود، اینجوری هم برعکس گذاشته بودم. بعد یه چند دقیقه مذاکره کردیم، یه گذشت، یه گوشی من نگاه کردم اینجوری چیدم، یه همینجور نوتیفیکیشن داره میاد برای من. بعد باز کردم دیدم، رفتم دیدم پیجم شده 30K. گفتم یا اول فصل چی شده اینجا؟ بعد دیگه گفتم این عکسو کی گذاشته؟ گفتم کجا؟ بعد دیدم در یکم باز کرده بود، یه عکس گرفته بود که فقط بذار مذاکره باشگاه ایران جوان با استقلال. بعد اونجا یکم سر یه سری چیزا با هم مشکل خوریم آقای توفیقی، که من حتی بهشم گفتم، گفتم من استقلالی هم واقعا، که بعد آقای منصوری هم زنگ زده و گفتن یه کارتو که آره یکم با من سو سطح آنقدر زدن دادن باشگاه شایی؟ 250 تا 250 دادن؟ آره. به خودت که نه، به باشگاه دادن؟ به باشگاه. خودت چی؟ هیچی درفتی اولی سرشتی؟ من 3 میلیون قرار دادم بود واقعا. یعنی اون 3 میلیون هم به 3 میلیون هم نه، ولی خب دیگه اون موقع پول من نه، دیگه فقط بازی کنم، یعنی عشق داشتم فقط بازی کنم. بعد بر... چیزم بود، پخش زنده هم بود، خیلی حال میداد. بعد دیگه همونجا شروع شد و ما اومدیم استقلال، یعنی قرارداد رو بستیم، اومدیم استقلال. واقعا خوشحال بودم که اومدم. بعدش هم که اومدیم پیش شما مسابقه، چیز مسابقه برترین های پدیده لیگ یکی بود. آره. دقیقا. ما یه بخشو با هم دیگه ببینیم، بعدش که برگردیم با مهدی قائدی آخرین صحبتامون رو انجام میدیم. دو تا مهمون بسیار عزیز دیگه هم الان بیرون نشستن که کلی گپ و گفت داریم با اونها، و این بخش بعدی که اومدیم خیلی حرفای فوتبالی با مهدی سعی می‌کنیم نزنیم و یه ذره بگیم بخندیم باهاش. بفرمایید. خب بحث آخر ما با مهدی قائدی، بخش آخر گفتگومون رو می‌بینید، بعدش هم می‌ریم سراغ بقیه مهمونای عزیزمون که آماده هستن بیرون راجبه رقابت امسال با هم دیگه صحبت بکنیم. چی میشه به نظر خودت تکلیف لیگ، یا خودت چی دوست داری بشه؟ حالا من دوست دارم خب لیگ شروع شه، همه دوست دارن لیگ شروع شه، واقعا حوصله‌مون هم سر رفته چون کل دنیا تعطیله. خب با این شرایط فکر کنم الان تو خونه بشینیم هیچ کاری نکنیم فکر کنم بهتر باشه. حالا خب مردم ما یکم رعایت نمی‌کنن. من جا داره اول به همشهریای خودم بگم، خیلی دوست داشتم بهشون کمک کنم و الان قول میدم بهشون که یه سری وسایل رو بفرستم برای بیمارستان خلیج فارس که کمک کنم که اونام یه انرژی یا حداقل بتونن کاراشون رو مثلا سر برنامه و خوب انجام بدن، که واقعا اونجا خیلی شرایط سخته چون یه بیمارستانه، همه هم میان اونجا، بعد مبتلا برای کرونا خیلی زیاد شده اونجا. تقریبا الان جدیدا یکم زیاد شده. خب برای مردم عزیزمون هم خب جا داره بگم که واقعا مراقب باشیم، فقط خودمون میتونیم هوای همدیگر داشته باشیم، به هم کمک کنیم که واقعا ویروس از ایران بره، چون همه جای دنیا دارن میگن که
از ایران اومده. این ویروس واقعا اینجوری نیست. امیدوارم که رعایت کنم مردم دیگه. تو قرارداد چجوری با استقلال؟ من قرارداد دارم فعلا. چند سال؟ دو سال. دو سال دیگه داری؟ یعنی غیر از امسال. سه ساله بوده غیر چند ساله بوده؟ پنج ساله. پنج ساله بوده. بعد چجوری عدداشو اینا تغییر کرده دیگه؟ نه، سر رقم مالی قرارداد فقط تغییر کرده. آه، هر سال یعنی یه تغییر، یه تبصره‌ای داستانی. با توجه به عمل کرده تو، پیشنهاد اینا آخه هر روز صحبت هست دیگه. مهدی قادری به چشم دلار نگاه می‌کنه، وقتی اون شد بریم بفروشیم دیدی؟ باشه صبح هر موقع بدهی و اینا میاره میگه خب حالا مهدی رو دارم، یه عدد بالایی می‌فروشم. تو چه جوریه؟ خودت چی فکر می‌کنی؟ دوست داری ترانسفر بشی، نشی، ایران بازی کنی؟ خب همه دوستان ترانسفر بشن. خب منم اهدافی دارم تو زندگیم که حالا یه اتاق فکر برای خودم درست کردم با دوستانم، چه بوشهر چه اینجا، که برای هر کارم برنامه‌ریزی میکنم. یعنی اینجوری نیست که مثلا یه پیشنهاد بیاد بگم من باید برم. فعلا در اختیار باشگاه استقلال هستم تا موقعی قرارداد دارم، تا موقعی که منو بخوام. که حالا خب یه بخشی هم هست که آدم واقعا دوست داره تجربه‌ای داخل اروپا داشته باشه. بوده قرارداد الان توی یعنی پیشنهاد قراردادی از طرف باشگاه اروپایی حالا جایی بوده که حالا خب باشگاه میدونه، من نمیدونم. حالا خب شاید یه سری صحبت هم با من کرده باشم، ولی خب من همیشه میگم بعد با باشگاه، چون رضایت من دست باشگاه و دوست دارم که حالا در اختیار باشگاه باشم، بتونم دل هوادارون رو شاد کنم، ولی خب اگه یه اتفاق خوب بیفته بتونم یه تیم خیلی خوب اروپایی بتونم بازی کنم، نه اینکه فقط برم اروپا. ایشالا اتفاق بیفته. امسال خب یه سال بیژن بود برای آقای قائدی که دیگه متأهل شدن، درسته؟ خب تازه دوماده دیگه مهدی، یه دست میخواد بیفته خارج بزنی، یه دست بزنی در چایی تو استودیو، موبایل ها رو بذار کنار. مرسی، مبارکش باشه. ممنون. خب میتونم بگم که بهترین اتفاق زندگی بوده تا الان، یعنی تو این امسال، یعنی دیگه قبل از این که بخوام. خب یه هویی شد اصلا، کلش یه هویی شد یا مراسمه؟ مراسمه یه هویی شد. مراسمه که خیلی بسط اردی تو ملیومی. آره دیگه، یه روز آقای سری گفتن که من امروز بعد، چون برگشتیم از قطر بعد بازی بود، برگشتیم تهران، گفتم من فردا مراسم عقدمه. یه دفعه گفتی؟ آره یه دفعه کارتو کرده بود دیگه. آره کارو کرده بودم، واقعا وقت نشد. میخواستیم مثلا یه تایم خاصی بگیریم، واقعا نشد دیگه. تا اومدیم گفتم من فردا چیز دارم، مراسم عقدمه دیگه. گفت با مبارک باشه از این حرفا. دیگه رفتیم کارا رو انجام دادیم، ولی خب به اون شکل نشد که برگزار کنی. ولی خب آره دیگه، امیدوارم یه وقت خوب برسه بتونیم یه جشن خوبم آره بگیریم. این که میگه وقت نشد، واقعا نشد. کلا یه چند ساعت آقای استیلی تحت الحفظ مهدی رو قرض داد و فقط یه در واقع عقد مهدی قائدی عزیز برگزار شد، اومد و رفتش مسابقات تایلند. آره که یه دونه یک دو تا تصویرم حالا بعدا بچه‌ها نشون میدن روش، می‌خواستم گزارش کنه، فقط روش حرف میزنه، صحبت می‌کنیم با هم دیگه. و حالا عروسی که انشالله میذاریم بعد از بازی ها، حالا ببینیم چی میشه دیگه. این داستانه کرونا آره تموم شه بعد مسابقات لیگ دیگه، حالا هر موقع وقت شد دیگه، یه وقت خوب باشه که اصلا تایم همیشه باشه بتونیم ایشالله. هم اینجا هم توی بوشهر یه جشن خوب بگیریم. دو تا بعد بگیرید، یکی اینجا. آره دیگه، یه دونه برای اون که مفصله. آره اونجا فکر کنم بیشتر حال میده بهمون با موسیقی که اصلا خوش کردیم از محسن شریفیان عزیز. یاد دیدی که بله بله. بلد بودی دینگه مارو رو؟ آره خود اصلا بلدی موزیک اونجا رو؟ آره ولی نمیخونم. در چه حد بلدی؟ میدونم دیگه، بلدم، چون تو موسیقیشون شرکت کردم، حتی کنسرتاش هم رفتم، بلدم. آها یعنی بلدی، بلد ریتم و ایناشو که میشناسی. بله دمت گرم. گلاش هم می‌خواستیم یکی دو تا رو با هم ببینیم، خوشحالی‌هاشو بچه‌ها نشون بدن سری در واقع این بخشا ببینیم با هم دیگه. دو سه تا خوشحالی بهت آن یکیشه. یه بار برای داریوش بود. یه بار دیگه ببینیم. این برای داریوش بود مصدوم. این برای داریوش شجاعی بود، تو به خاطر داریوش کار کردی. این مال مکرگور دیگه اولش. محمد و داریوش مینا. محمد دانشگر دیگه این اصلا خوشحالی خوراک خودشه با فیس و استایلش. این یه خوشحالی دیگه از مهدی قائدیه. تو الان انتخاب نکردی که قرارش کنی بعد گلاد؟ چرا؟ ولی خب اصلش همین حلقم رو بوس میکنم دیگه. واقعا یعنی از الان اینقدر؟ نه حالا ما باید یکی دو سال بعد اینقدر. ها اگه نبود که اینقدر نمیشد دیگه. آها اگه نبود اینقدر نمیشد. ولی راضی هم که قشنگ گربه رو دم هجده خانواده عروس کشتن. چی بگم والا. ولی خب تو قبلش چی کار میکردی که نبود؟ حلقه چه خوشحالی میکردی؟ قبلش این بود دیگه. آه این بعدش کلی بود؟ آره بعدش این بود، بعد این شد، بعدش این شد. آها
اینجوری خیلی خوبه. آقا از مراحلش مرحله بچه‌ام دارن الان مراحلش اینه که بگو الان یه بچه واسه متیو بدن دوستان عزیزی که در فوتبال قصد ازدواج دارن مراحلش گل زدم دیگه. نه از اولش اولش چیه؟ اولین گلی هم که زدم خودش اومده بود تو زمینه ولی خب هنوز رسمی نشده. ده خوشحالیاشو بود. اینجوری بود بعدش اینجوری شد بعدش هم اینجوری شد. آها یعنی این سه مرحله رو راضی بودی بچه‌ها؟ این همون مراحلیه که قصد خواستگاری و اینا رو داشته برام شهر. دیابت هم باید عرصی دعوت کنی دیگه. اوه آره دیگه چیکار کنیم همه بازیکنان دعوت دیابت فکر کن بیاد بوشهر چه مراسمی بشه. نه اونجا نمیاد چه ببرید اونجا اتفاقا خیلی خوش میگذره. آره نظرم دوست دارم واقعا یه مراسم اونجا بگیرم که دیگه اینجا نگیرم همه رو بیارم اون همه بیان اونجا تیمم بلند شه. آره بیاد بوشهر چه مراسمشون فوق العاده است. مراسم حرفه‌ای بلدن برگزار کنن هم تو بحث مراسم‌های مذهبی آیینی ما بوشهر یا فوق العاده. من کلی رفیق هنرمند اونجا دارم عروسی هم که حالا نیومدید ببینیم ان شاء الله قسمت چه عروسی متی قائدی. پس اینم از خوشحالی نداشت بچه ها دیگه. متی اون گل یکی دو گل چه توپم از دست دادی اونو نشون بدید تو مسابقات انتخابی المپیک. این همه گلای قشنگ متی نشون دادیم اون توپ اینم آخه خودت بگو. چی گفتن در نظرت مردم داشتن نگاه میکردن؟ میدونی من نظرم چی خورد به این تله؟ این تله رو ببین چی آخه خورد به این رفت بیرونه نداشتی تو گل بود قطعا. آخه 100% مطمئن بودم میره تو گل. دقتم کردم. آره دقتم کردم دیدم دروازه رو ولی خب یه ها نمیخواد بره نمیره دیگه نرفت دیگه اون نه. خیلی نرفت ما بس سه تا میزدی ده تا نزدی تو تورنمنت یکم پیچیده شد برامو. یعنی تو مواد فره در حال طبیعی؟ نه صافه. خب چرا بعضی وقتا نیماریه یعنی اونو خود فر میکنی؟ نه خانم هم فر میکنه ماش تو رو واقعا روزی امتحان کردم ماه من ولی خب دیگه جواب میده. آره خب بعضی انجام بده خیلی بهت میاد. دیدی؟ آره خیلی عالیه. نه دیگه الان متعر شدیم یکم زندگی شیک تر شده بعد ساده و دیگه جمع میگم کارو قشنگ گرفتن خانواده تو چیز داری خانواده همسر برادر خانم داری و داری یا نه؟ خانم دارم بله. داری؟ خب بله. پس دوستان از الان دیگه گربه رو گفتم دم هیچ کسی حساب میبرش ان شاءالله که خوشبخت بشی. مرسی ممنون. تو 21 سالگی ازدواج کردی دیگه اخیرا. بله ان شاءالله که سلامت باشی زنده باشین. سال آینده سال فوق العاده فوتبالی برات باشه تو زندگی شخصی تا به هر چی بخوای برسی که از استعداد فوق العاده فوتبال مونی. خودت داری همه اون کسایی که این راه طی کردن میبینی چه جوری موفق شدن رسیدن رفتن بالا فوق العاده شدن بی‌نظیر شدن و سعدی دایی و نمیدونم حالا خود فراد مجیدی و بعید هاشمیان و علی کریم و مهدی مدبی و خیلی های دیگه کریم باقری و بقیه. یه سری ها هم تو 18 سالگی 19 سالگی ستاره بودن و فوق العاده بودن و پایان فوق العاده و بی‌نظیری نداشتن. خود میتونی انتخاب بکنی ان شاءالله که بهترین راه. مرسی ممنونم. خیلی ممنونم که اومدی فوتبال. قربون شما. دمت گرم. زنده باشی. صحبت دیگه اگه داری پایانی. صحبت که پیشاپیش سال نو رو به همه هموطنان عزیزم مخصوصا بوشهریای عزیز تبریک میگم. امیدوارم که امسال یه سال خوب برای همه مردم عزیزمون باشه. دمت گرم. متشکرم از مهدی قائدی عزیز که لطف کرد اومد به فوتبال برتر. برای شما آرزوی موفقیت می‌کنم و مطمئنم که میترکونی.